جمهوری اسلامی اون چه که به جمهوری اسلامی قدرت داده قدرت معنایی ماست. البته قدرت مادی ما هم مهمه، اما اون وقت که امام فرمودن خون بر شمشیر پیروز است، اون وقت که گفتند اگر مردم همراه شما نباشند هر قدر سلاح داشته باشید شما به نتیجه نخواهید رسید، این یعنی توجه امام قبل از اینکه سازه انگارا بیان سر کار، توجه امام به قدرت معنایی از قبل از شکل‌گیری تئوری‌های قدرت معنایی بوده. لذا قدرت معنایی برای جمهوری اسلامی اون چه که مقاومت رو ایجاد کرد. چی مقاومت رو ایجاد کرد؟ مقاومت در سال 1361 ایجاد شد، یعنی در زمان ضعف ما در جبهه ها. اما چی بود که مقاومت لبنان رو ایجاد کرد؟ چی بود که مقاومت فلسطین رو ایجاد کرد؟ اون پیام انقلاب اسلامی بود، اون پیام نپذیرفتن زور بود. لذا نیاین بگیم قدرت یعنی قدرت نظامی. اگر قدرت یعنی قدرت نظامی، ما بر اساس تئوری‌های رئالیستی باید یا بریم به یک قدرت دیگری وابسته باشیم، بالانسینگ بکنیم، یا باید بریم با قدرت آمریکا تواضع بکنیم و بندوگنینگ بکنیم. راه دیگری نداریم، چون ما نمیتونیم سالانه 800 میلیارد دلار هزینه نظامی بکنیم. اما این خودباوری ما، این خودباوری مردم ما باعث شده که نه تنها خودمون رو پای خودمون بایستیم، بلکه دیگران رو هم بهشون الهام بدیم که الان 8 ماه اسرائیلی که همه جنگهاش با همه دولت‌ها ظرف 1 هفته تا 1 ماه تموم شده، 8 ماه نتونسته در برابر یک گروه که از نظر تسلیحاتی اصلا قابل مقایسه با اسرائیل نیستن ایستادگی بکنه و پایداری بکنه، و افسانه شکست ناپذیری اسرائیل شکست خورده. لذا قدرت رو درست تفسیر بکنیم، همونجوری که آقای دکتر تفسیر کردن. ما پای مقاومت وایسادیم، مقاومت قدرت خودشه و قدرت ماست، این قدرت رو از دست نخواهیم داد. قدرت معنایی انقلاب، قدرت کلمه انقلاب رو از دست نخواهیم داد. اما برگردم به دوستان دیگه. ببینید، تحریم رو با عدد نمیشمرن، با عدد شمردن مغلطه است. تو 1500 تا تحریمی که گفتن 800 تا تحریم دوره آقای احمدی نژاد قبل از برجام تبدیل شد به 1500 تا، دوتاش راجع به منه. یعنی من 2 تا تحریم آمریکایی دارم، اینا رو هم گفتن ظریف 1، ظریف 2، فلان شرکت هم هست. اما شما به من بفرمایید بانک ما رو کجا تحریم کردن؟ نفت ما رو کجا تحریم کردن؟ پتروشیمی ما رو کجا تحریم کردن؟ نمیدونم کشتیرانی ما رو کجا تحریم کردن؟ بیمه ما رو کجا تحریم کردن؟ شما به قانون کاتسا اشاره فرمودید. قانون کاتسا هیچ تحریم جدیدی نداره، فقط این تحریم‌ها رو اومده هماهنگ کرده. چرا تحریم جدیدی نداره؟ به خاطر اینکه برجام اجازه نمیداد آمریکا تحریم جدیدی بیاره. ببینید، ما تاریخ رو نمیتونیم عوض کنیم. مردم ما دیدند که در سال 95 و 96 ما 2 سال متوالی تورم تک رقمی و رشد 2 رقمی داشتیم. این که برجام آمریکا ازش خارج شد، ضمناً فراموش نکنین بعضی دوستان ما و بعضی روزنامه ها نوشتن این که ترامپ ادعا میکند میخواد از برجام خارج بشه جنگ زرگریه، ترامپ هیچ وقت برجام خارج نمیشه چون برجام به نفعشونه. اگه دوست داشته باشین منم میتونم نقلاشو بیارم. لذا این بحثا رو نکنیم. تنها کشوری که از اسنپ‌بک برجام استفاده کرده جمهوری اسلامیه، و 5 سال داریم این کارو میکنیم. روزی که ما، همون دولت روحانی که انقدر شما دلخوری نزش، روزی که اون دولت روحانی تحمیل به دولت جدید داشت، ما توانسته بودیم آمریکا رو 3 بار در شورای امنیت و مجمع عمومی شکست بدیم، اما توانسته بودیم IR4 ایران رو تبدیل به IR9 بکنیم، توانسته بودیم ظرفیت غنی‌سازی رو از 20 به 60 ببریم. شما فرمودید که بایدن می توانست در هفته اول انتخابش به برجام برگرده. بایدن قرار بود برگرده، یکی اسرائیل گفت من نمیگذارم برگرده و شهید فخری زاده رو شهید کرد، یکی هم متاسفانه قانون راهبردی مجلس مانع بازگشت به برجام شد. نگذارید که ما بگوییم در اون 6 ماه تلخ چه گذشت. در اون 6 ماه تلخ ما بارها می توانستیم برجام رو زنده کنیم و مردم 3 سال نباشه که از این فلاکت زجر بکشن. اما شما تعداد تحریم ها رو گفتید. اگر تعداد تحریم ها در 8 سال دولت آقای روحانی با بایدن با ببخشید با ترامپ
شد 1500. در 3 سال دولت گذشته، دولت شهید رئیسی، از 1500 شد 2570. یعنی 8 سال 700 تحریم، 3 سال 1000 تحریم. اینها رو اگر میخواید به مردم رو با عدد سرشون رو شیره بمالیم، درست بمالیم. یعنی درست باشه، مردم ببینند که ببینین، اجازه میدید که در زمان تحریم چه شد؟ ببینید مردم تورمتون رو کجا بردند؟ ببینید مردم رشد اقتصادیتون رو کجا بردند؟ مردم ببینید فروش نفتتون رو کجا بردند؟ گفتن ما یاد دادیم که چجوری فروش بکنیم. نه خیر، وقتی آقای بایدن اومد سیاستش این شد که پیچ و شل بکنه. اجازه بدید آقای ترامپ برگرده، اون وقت ببینیم که دوستان چه میکنند. فراموش نکنیم مهم مردم که تو پاستور نشسته باشه، مهم این تفکر تو پاستور بشینه که می توانیم با این وضعیت زندگی شما رو بهتر بکنیم، یا مهم تفکری بنشینه. بالاخره ما 3 دولت گذشته رو در سابقه داریم، حضرت حجت الاسلام و المسلمین، جناب آقای خاتمی زیر دستور رهبری عمل کردن، ایران رو سربلند کردن. معجزه هزاره سوم هم خیال کرد زیر دستور رهبری عمل میکنه، جز تحریم برای کشور نیاورد، با دبیر شورای امنیت ملی محترمی که امروز کاندید ریاست جمهوری هست. دولت روحانی هم توانست کشور رو سربلند بکنه. همه دنیا گفتن، خود ترامپ گفت این برجام بزرگترین کلاهی بود که سر آمریکا رفت. متاسفانه شما هم گفتید برجام بزرگترین کلاهی بود که سر ایران رفت. اگر برجام بد بود، چرا ترامپ با استفاده از برجام خارج نشد؟ اگر میگویید خارج شدن ترامپ از برجام بد بود، مگر ترامپ از قرارداد آب و هوا خارج نشد؟ مگر ترامپ از قرارداد موشک‌های میان بردم خارج نشد؟ آیا اونا را هم شوروی سابق بد مذاکره کرده بود؟ چرا ما خطای استعمارگر رو به پای مبارزین با استعمار میاریم؟ آیا اینکه اینها رد میکنن باعث میشه که ما نریم دنبالش؟ قرآن بخونیم، ان شر الدواب به عند الله الذين كفروا ثم لا يؤمنون. بدترین حیوانات کسانی هستند که کفر کردن و ایمان نمیارن. کدوم حیوانات؟ الذين عاهدت منهم، کسایی که باهاشون عهد بستی. ثم ينقضون عهدهم في كل مره، هر بارم عهد میشکنن. بعد آیه های بعدی میاد که اگر اینها خواستن عهد شکنی بکنن، شما پیش دستی بکنید. آیه ای که هممون بلدیم، و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو والله و عدوکم، این آیه میاد. آیه بعدش چی میگه؟ همین کفار پیمان شکن، همین ها که هر بار پیمان بستند و پیمان شکستند، و ان جنحوا للسلم فاجنح لها و توکل علی الله. اگه همین کفار پیمان شکن آمدند و صلح خواستند، اسلام بر اساس صلحه. بعد آیات بعدی چی میگه؟ و ان یریدوا ان یخدعوک، میگه پیغمبر تو ساده نبودی، سرت کلا نرفت. اینا که پیمان شکن بودن، اینا که بارها پیمانشون رو شکستن، اینا تو رو ساده گیر نیورده بودن که شما به دوستان خودتون برچسب سادگی میزنید. و ان یریدوا ان یخدعوک، اگه اینا خواستن سرتو کلا بذارن، فان حسبک الله،